فکر یک بستر، دو جوان که حادثه پرشکوه عشق را می شناختند با این حال برای یکدیگر ناآشنا و بیگانه بودند. چیه؟ چی شده؟ تو چرا اینجوری شدی؟ چرا اینطور بیچاره شدی؟ کی باعث شده؟ بشین سر جات. باسه دیگه عاطفه درونی برای تو مرده، تو رابطه ای با اونه نداری که نسبت به اونه اظهار عقیده کنی. با پرداختی نو، با یک بیان سینمایی مدرن، داستان سه زندگی و دو عشق بر روی پرده سینما سروده می شود. بیگانه بیا، هدیه ای از مولان روژ. من نه این ترس تو میخوام نه این دوست داشتن تو. آدم همیشه تنهاست، حتی موقعی که یه بچه تو شکم خودش داره که بی خود داد نزن. راز عشقی شکوفان در آغوش یک بیگانه محبت های پدر را می جست و آغوش پدر برایش بیگانه بود. اون وقت خنده دار نیست که به من میگن شکارتی ها؟ بیگانه بیا، دارای هنرنمایی بهروز وثوقی، فرخ ساجدی، مارینا متر، جلال. همچون یک توپ کوچک که پای ناشناس به آن چرخی میدهد و به دورش میفکند، زندگی این زن بود. تابی را میجست در حالی که روشنایی های عشق بر قلبش میتابید. آدم وقتی یواش یواش عاشق بشه، عشقش انقدر بزرگ میشه که میتونه بگه اون پایتخت تمام عشقهای دنیاست. مثل حالای تو فرنگیز، بیا با من زندگی کن. منم خیلی تنها، با هم ازدواج بکنیم. بیگانه بیا، مفهومی جدید برای فیلم، فیلمی متفاوت، فیلمی عمیق، روایتی از عشق در سه قلب. در ابتدای فصل عشق آنان آوایی میخواندشان که بیگانه بیا و سپس دور از شما ها، همه با هم بگیم ایشالله. من میدونم اینم میدونه، خدای ما روزی رسونه. امروز به جون که فردا دیره، به پاماشین رازت نگیره، نگاه نکن هی خیره خیره، به پاماشین رازت نگیره. Yeah.
بکن تا خط مجالی یارم نهاره الهی قربونت برم سوت نهار سر جهانم فدای تو این شیکم عزیزم دردت بخوره تو این کدودم بر آخ مخم داره گید خدا تو که مخ نداری بسه من مخ ندارم به من میگن حسن کله دار یعنی نشخکش خیلی خوب حسن کله دار ببین چی میگم تا وقتی اون ماشین رو تمیز نکردی حق نداری بری نهار بخوری فهمیدی؟ نه خیلی نفهمیدم مگه با شکم گشنم میشه کار کرد بنده خدا از قدیم و ندیم گفتن عقل سالم در شکم و بدن سالم برو به طرف نهار باش اصلا نهار چی آوردی ها؟ نهار خب معلومه خنگ خدا غذای هر روزه یعنی هیچه البته عوضش دوستان آوردن پیش به سوی نهار رام 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 وام رام آقای خدا چه بو غذایی میاد امانم قریبی با 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 چه بویی چه عطری تصدق خودم بدم با نهارتون ببینم چه مزهی میده این غذاتون ها برو گم شو هر وقت شکمی کارت خوردش گوش نمیشه میاد سراغ ما من برای شکم میام بی شما اختیار دارید من آدم دورتون بگردم نمیخوایم برمیگردم خب پیش من که میشم نهار چی هست ها یه لقمه بزنم ببینم چی آره جون خودت حالا که اومد اینجا حتما چشم لیلا جونتو دور دیدی نامزد عزیزتو میگم اگه بفهمه پوست از کلت میکنه لیلا دختر درمون کار خونه من یه لقمه نهار شما رو نمیدم به صد تا لیلا اصلا دلم میخواد درد و برای شما دوتا قلومبه بشه بخوره تو سر لیلا چی گفتی؟ شما شاهدین من حرفی بزر لیلا دارم چرا حرف نوت کردی زلیل مرده دلیل برای اونها بخورش تو سر من نه من بابا من از نظر مخ محیوم من من نیوانه نیشم ما خانوادگی محیومیم نه لینا مردم درد و بلای تو بخوره تو سر این دوتا با این نهارشون که وجود گرفته بود مردشون نهارتون رو ببرن امیر خانومت ایداد میداد من قایم شم در پناه شما قاهش میکنم بایسی من قایم شم بایسی تو رو خدا من نجات بدیم ببینم بچه حسن ها این برا ندیده شان؟ نه خیر امیر خان پاشم این برا نذاشته عجب گفتی اینجا نیست ها؟ نه خیر پس این نرگوله چیه ها؟ هیچ کس تو نمیری این حسن نیست از کدوم اقباسیه؟ اشرف خانومه ده؟ به مرگ پدر لیلا بل. این اشرف خانوم باید ماشین رو تمیز بل. کنه بیا خانم کوچولو تا خدمتت برسم بیا گم شو من تمام این حرفا رو برای خودتون میگم به خاطر سعادت خواهرته که دارم مخالفت میکنم و الا عروسی کردن و نکردن اون برای من فرقی نداره تو از همون اول از جمشید خوشت نمیومد اصلا نمیخوای اونو فرشته با هم ازدواج کنن
این چه حرفیه؟ خواهرت بالاخره یه روزی ازدواج میکنه، با جمشید نباشه با کسی دیگه. من میخوام خوشبخت بشه. برای جمشید عیاشه، قماربازه، بگه همچین آدمی چطور میشه اعتماد کرد؟ فرشته هنوز سنی ازش نگذشته، برای عروسی حال حالها وقت داره. وقتی جمشید تو کارخونه پیش تو باشه همه جور میتونی مواظبتش کنی. پس بذار یه مطلبی رو بهت بگم. من خیال دارم جمشید از کارخونه بیرون کنی. بیرون کنی؟ برای چی؟ برای هزار جور کارای بدی که میکنه. بین کارگرا دو دستگی انداخته، کارگرا رو علیه من تحریک کرده. پس به خاطر خودته؟ نه نه، برای منافع کارخونه است. چیزای دیگه هم هست که باید بعدم بهت بگم. مثلا چی؟ آخه من که صاحب کارخونه هستم نباید بدونم؟ اینقدر این موضوع رو به رخ من نکش. درسته که تو صاحب کارخونه هستی، ولی منم نوکر تو نبودم. 10 سال تموم جون کندم تا این کارخونه رو به اینجا رسوندم. تا به حال هیچ وقت با تو اینقدر روک حرف نزده بودم. گوش کن عزیزم، من همیشه تو زندگیم به تو و خواهرت خدمت کردم، براتون زحمت کشیدم، و حالا اگه با ازدواج فرشته و جمشید مخالفت میکنم فقط به خاطر سعادت خواهرته، نه برای خودم. دیگه داره دلم از این زندگی به هم میخوره. حشمت، 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 چی شده خانم جون؟ وای خاک بر سرم. خانم جون چی شده؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سر عروسی شما فرشته خانم، خانم با آقا حرفشون شد. فوتی زودتر به دکتر خبر بده. بید عروسی من فرشته. همین که گفتم، جمشید دیگه حق نداره پاشو تو این کارخونه بذاره. بعد از این دیگه هیچ سمتی اینجا نداره، فهمیدین؟ بله قربان. از امشبم بیشتر مواظب باشی. به جای این حد دو نفر تو کارخونه کشیک بدن. خب کشیک امشب کیه؟ آقا کی کارخونه به ما چه ربطی داره؟ کارگری که روز کار میکنه که شب نباید کشیک بده. اینم از اون کارهایی که حشمت الله خان گردن ما بود. مگه یادت رفته؟ ما خودمون خواستیم که امشب کشیک بدیم، وگرنه کسی نمیتونست ما رو مجبور بکنه. خیلی خب، فعلا چایی رو بزن روشن شی. ببینم بازم آب زیپوه. چشمتو بگیره، این چایی بده. قهوه خونه این قنبرم بهت یه همچی چایی نمیده. یا آقا باه باه، چه عطری، چه طعمی. دست درد نکنه داشت هستن، بفرما داشت هستن. چای برو برام سوختن داشت هستن. زبون چیم مثل اینکه یه نفر اون بالا هست. چرا چراغش روشنه؟ اتاق حسابداری و صندوق هم هست. صدا در نیاد. بی حرکت، حتجا تکو نخور. به به، آقای جمشید خان مواظب باش، اگه جون بخوری این آبکش سوراخ سوراخت میکنم. حسنی زود برو تلفن کن حشمت الله خان بیاد اینجا. چه خب تو فکر عاقبت این کارو نکردی احمق جون؟ فکر نکردی که گیر بیفتی آبروت میره؟ واسه چی موقعیت با اون خوبی رو که داشتی از دست دادی؟ برای اینکه دیگه چاره جز این نداشتم. گوش کن امیر خان. یواشتر داداش، خیالای احمقونه به سرت نزنه. من با هر طوری شده تو رو تعبیل بدم. بذار حرفمو بزنم. نگاه کن، الان تو این گاف صندوق که جلوی چشمته نزدیک چند صد هزار تومن پول نقد خوابیدی. خب بخوابه. یعنی پیشنهاد میکنی که پولا رو ورداریم و هم از اینجا در آره. خب آره، مگه چه عیبی داره؟ تو با این پولا میتونی تا آخر عمر فراری باشی. بس دیگه، اگه من میخواستم این کارا رو بکنم واسه چی با این چندر قاز حقوق اینجا میساختم؟ چی شده؟ کی میخواسته در گاف صندوقو؟
خودتو کردی؟ باید حد میزدم. آخه آدم هم اینقدر پست میشه؟ بدتر از این حقت بود. باید بلایی سرت میآوردم که تا ابد فراموش نکنی. چرا؟ چرا؟ برای اینکه تو خودت نمیدونی چه نامردی درباره من کردی. اما کاش اقلن خودت میتونستی استفاده ای ببری. منظورت چیه؟ منظورم اینه که تو با به هم زدن ازدواج من و فرشته چه نفعی بهت رسید؟ فقط میخواستی من از این ثروت محروم کنی؟ خوب داری خودتو نشون میدی. آره، تو هم همین منظورو داشتی. منتها فرشته و همسر عزیزت نم به تو پس نمیدن، بدبخت بیچاره. مطمئن باش زنت یک قرون از تمام این دارایی رو که با خون دل به دست آوردی به تو نمیده. من همچین نظری نداشتم و ندارم. دروغ میگی، دروغ میگی، مثل سگ داری دروغ میگی. ولی بذار من حقیقتو بهت بفهمونم. این کارخونه، تمام املاکت، پول و جواهراتت، خلاصه دار و ندارت، همه مال زنته. اونم که داره میمیره. بعد از مرگ همسر عزیزت میدونی چی میشه؟ تمام این دارایی به خواهرش میرسه. اونم زنه یک گردن کلفت میشه و با این ثروت کیف میکنه. تو باید بازم تا آخر عمرت مثل یه نوکر براشون کار کنی و جون بکنی. تازه آخرش هم بیرونت میکنن، اونم فقط با یه دست کت و شلوار، مثل یه سگ میندازنت. دروغه، دروغه. هیچ کس نمیتونه منو بیرون کنه. من خودم. تو خودت چی؟ مگه نمیدونی که هیچ اختیاری از خودت نداری؟ تو از منم پستری، هیچی نداری. بهتره بگم که اصلا مرد نیستی. باشو، هیچ که از جاش تکون نخوره. این نامرد، اگه تکون بخوری مغزشو داغون میکنم. ببین جمشید، من خفه شو. را بیفت. جانم فهمیدی دیشب تو کارخونه چه اتفاقی؟ آره بابا، من از اولم میدونستم این پسر چه حیوانیه. اگه امین خان دیشب چیزی نداشت، اون حتما صندوق کارخونه رو خالی کرده بود. میدونی عمو ایدر، میگن حشمت الله خان باهاش دشمنی میکرده. اونم میخواسته ازش انتقام بگیره. بابا، دهن مردم چفت و بش نداره. خو حشمت الله خان نمیخواد که کار زنشو بهش بده. گناهی نداره. مواظب باش عمو ایدر، حواست به ماشین باشه. مواظبم باش. راستی ببینم عمو ایدر، فکر نمیکنی برای از بین بردن جمشید کلکی تو کار بوده؟ نه برادر من، حشمت الله خان رو هممون میشناسیم. بعدم اندازه کافی ازش تحقیقات کردم. اگه علکیه با امویده چی شد؟ امویده چه اتفاقی افتاد؟ داشت با من حرف میزد، حواسش نبود، دستش رفت زیر ماشین. برو بگو دکتر کارخونه بیاد تا من برم تلفن بزنم به حشمت الله خان. خیلی خوب، چطور شده این؟ زود باش برو اونجا کمک کن تا من بیام. خیلی خوب. چی شد عمو هیدر جون؟ چند دفعه گفتم حواس جمع کن. ای خدا چه خاکی به سرم شد. مگه شما اینجا نبودین؟ برای چی بیام؟ مگه از دست من کاری ساخته است؟ خب خودتونو ببر بیمارستان. آخه شما صاحب کارخونه هستین، یه همچی وقتی باید خودتون باشین. من 1000 تا گرفتاری دارم. الان خانم دو مرتبه حالش به هم خورده، تو بیمارستانه. میخوام برم یه سری بهش بزنم. گوش کن امیر خان، خودت ترتیب کارو بده. خیلی خوب، خودم یه کاری میکنم. دیگه قلبتون ناراحتتون نکرده؟ نه خیر آقای دکتر. به شوهرشون اطلاع دادین؟ بله، صبح بهشون تلفن کردیم، قراره بیان بیمارستان. بسیار خوب. این قرص ها رو که نوشتم براشون از داروخانه بگیر. چشم. با اجازه.
ببینم خانم جون از مریض مرا چه خبره؟ هیچ حالش بهتره یا آده؟ سه قلو زایید. چی؟ سه قلو؟ وای بیچاره. خانم جونم شما عمو حیدر میشناسین؟ دست شما انسان کردین؟ چیزی میزی لازم نداره؟ یخده یواشتر خانم، من آدمم خانم. نه خیر، کسی جواب ما رو نمیده که نمیده آقا. آی دکتر من هیچ چه نمیدونم. من چیزی نپرسم. خدایا یه نفر نمیاد جواب ما رو حسابی بده، چه کنم؟ چه چاره سازم؟ معذرت میخوام آقا، شما دوست اون کارگر مجروح هستین؟ شما حرفم بلدی بزنین؟ دوستتون احتیاج به خون داره، اگه گروه خونتون با خون اون تطبیق کنه حاضرین بهش بدین؟ من حاضرم به خاطر تو جونم و قربونت بکنم، خون که قابل نداره خانم جونم. پس بیاین با من بریم. اومدم، برو بریم. برو یالا. اوه عمو، اینم رفیقتون که میخواستین. خیلی هم خوشحاله که خونش رو با این پیر مرد بده. لطفا شما بخوابید. روز حق بخوابم. بله. میبینی امیر خان، این خانمم فهمیده من کم بوده خواب دارم. خب حالا دستتون رو بدید به من. دستمو؟ دستم بدم برای چی؟ برای اینکه خونتون رو بگیرم. مگه خودتون نخواستین؟ خون؟ چی گفتین؟ بابا خودتون گفتین که خونتون رو بگیرین. آقا جون بذارین خونتون رو بگیرم، مگه خودتون نخواستین؟ من به گور پدرم خندیدم که خواستم. چی گفت من خون بگیرین؟ شما هم خودتون گفتین. چی میگین؟ من غلط کردم با هفت جد آبادم؟ اصلا تو این بدن یه رگ وجود داره که تو میخوای ازش خون بگیرین؟ بذارتون ببینم. جون شما اصلا نیستن هر فرار. میدونین آقای اشمت الله خان، خانم شما بیماری قلبی داره و به این سادگی ها مالجه نمیشه، خیلی خطرناکه. اون باید بیشتر استراحت کنه، مخصوصا نباید بذارین عصبانی بشه. آقای دکتر شما که خبر دارین، من واقعا هست و نیستم به وجود زنم بستگی داره. اگه خدایی نکرده یه مو اثرش کم بشه من به خاک سیاه میشینم. والا من درست به زندگی خصوصی شما وارد نیستم. آقای دکتر من 10 ساله که با زنم ازدواج کردم. درسته که سرمایه اولیه مال همسرم بود، ولی تو این 10 سال منم مثل یه سگ جون کندم، یکو به 100 رسوندم. اما الان چی دارم؟ هیچ. هرچی هست به اسم زنمه. اونم وصیت کرده که اگه بچه دار نشه بعد از مرگش تمام دارایش به خواهرش برسه. خانم شما اصلا نباید حامله بشه، چون ممکنه به قلبش صدمه برسونه. آقای دکتر شما یه کاری بکنی، نسخه‌ای، دوایی، آزمایشی. آخه ببینیم به چه علت نباید بچه دار بشه. گفتم که قلبش. پس اینطور که شما میگین زندگی من مثل حباب رو آب میمونه، هر ثانیه ممکنه نابود بشه. مدت زیادی باید اینجا بستری باشه؟ نه، میتونی یکی دو روز دیگه ببرینش. بسیار خوب، فعلا خداحافظ. به سلامت. ببخشید خانم جون، میخوام دو کلمه ناقابل باهات حرف بزنم. آه مخم ترکید خودم. شما این؟ بله خودمم. کی به تو اجازه داده بیا اینجا؟ اون با من اومده اینجا. مگه نمیدونین عمو حیدر آوردیم اینجا؟ آه چرا، یادم رفته بود. خب حالش چطوره؟ بهتره. نجاتش دادیم. نجاتش دادیم. کی منو نجات میده؟ کتا طرف مثل این که خول شده. امیر خان چرا با خودش داره حرف میزنه؟ زنش خیلی مریضه، حتما ناراحتیش واسه همونه. ده پس خدا جفتشون شفا بده. آخه این بیچارم دیوونه شده، مگه ندیدی؟ بیا بریم پسر، اون از 100 تا ما قلتره. بیا بریم، مگه نمیخوای لیلا جونتو ببینی؟ آخ جونا بیا. بابا چند دفعه بهت بگم عمو حیدر بردیم بیمارستان، مگه خنگی؟ من خنگم؟ جدی چی کردی؟ من خنگم بابا؟ باز اسلحه کشید. غلط کردم بابا، خودم خنگم. بابا خنگم. من اصلا شانس ندارم. حیف این همه فداکاری که من برای توی بدجنس میکنم. از بابا مرد میشتم، شبا منتظرت میشم، اون وقت توی بدزد میری گام میشی. من که گم شدم قربونت برم. گریه نکن عزیزم، اگه گریه کنی منم گریم میگیرم. چه مثل گاز گریه میکنی؟ ذلیل شدی؟ آخه بغزم داره جدیه. ای خدا بازه.
با این دختر. ببین حسن، اگه میخوای گریه نکنم باید امشب حتما بیای پیش من. میای؟ آخه من شب میترسم از رو دیوار وارد خونتون بشم. پریشب نزدیک بود پاسبان با دوتا گلوله خلاصم کنه. ببین حسن، شب وقتی بابام خوابش برد یواش میری پیش من. باشه، من تو اتاقم منتظره. آره حتما شب بیا. حالا دیگه کارات به جایی رسیده که شب حسن جون تو دعوت میکنه بیاد اینجا؟ به خود بابا منظور بدی نداشتی، فقط میخواستی لا بابا هم در تازر بکنیم. آره حالا یه بلایی به سر حسن بیارم که دیگه عاشق بازی نفسشم یادش بره. اینجا میمونی صداتم دار بیاد خفت میکنم. دیگه بیخواب. بله بابا. بای حشمت‌الله خان، شما امروز دیدن خواهرم میری؟ با شما هستم. گفتم اگه امروز بیمارستان تشریف میبرین منم باهاتون بیام. ممکنه نرم. خیلی خوب. خدا
دکتر لخا ببخشین امروز رفتیم بیمارستان؟ نه، یعنی وقت نکردم که برم. معلوم نیست خواهرم چند وقت باید بستری باشه؟ متوجه نشدین چی پرسیدم؟ چرا؟ ممکنه دو سه روز دیگه بیاد. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. من خواهر زن تو هستم، زن بیچارت. تو خجالت نمیکشی؟ بس چی؟ دیگه برای من فرقی نمیکنه. من امشب کارو یک سره میکنم. بس هرچی برای تو خواهرت جون کندم. اشتباه میکنی. این ثروت مال تو هم هست. گوش کن حشمت الله خان، این جریان تو ابد که پنهون نمیمونه. بالاخره آبروت میره، همه میفهمن. اما اگه ولم کنی، قول میدم به هیچ کس چیزی نگم. قسم میخورم. منم باور کردم. کاری رو که شروع کردم باید تموم کنم. تو با این کارت خواهرم رو کشتن میدی. اون آخرش میفهمه و دق میکنه. وقتی تو از بین رفتی هیچ کس نمیفهمه. میخوای منو بکشی؟ همه ولی اول نه، فکر خواهرم رو بکن. نه، چی فکر منو میکنه؟ تو باید ببینی تا من راحت بشم. جا جا بلم کن. حسین امیر خان، من حشمتم. میخواستم بگم امروز من نمیتونم بیام کارخونه، حالم خوب نیست، باید استراحت کنم. ایشالله بلا دوره. میخوایم براتون دکتر بیارم؟ نه، احتیاجی به دکتر نیست. خیلی خوب، نه دیگه کاری ندارم. هیچ وقت نباید بفهمه. یعنی فرشته کجا رفته؟ کجا ممکنه بره؟ خدا یاد دارم دیوونه میشم. امیری، امیر خان، امیری. اینجا ببین، این خانم زن امو حیدر اومده مساعده بگیره. حشمت الله خانم نیست. جوابشو چه میدی؟ من نمیدونم والا.
باید فردا تشریف فردا بیارم. یعنی میگین تا فردا باید هوا بخوریم؟ خب راست میگه دیگه با... خیلی خوبه، من از خودم میدم. آره بیا مادر، فردا پس فردا هم ایشالله عمو حیدر از بیمارستان مادر دست شما درد سلامت مادر ننه جون. ایشالله به حق پنجتن از جوانیت خیر ببینید. خوش اومدی خدا خانم کوچولو به سلامت. خب امیر خان راستی منم که نمیتونم باد بخورم، یارو حشمت الله خانم که به فکر کارخونه نیست. پس بنابراین یک تو هم اگه جای اون بودی همینطور میشیش تموم بشه. الهیام خدایا این چه بلایی بود سر من اومد؟ یعنی من اونو کشتم؟ من یه قاتلم؟ اگه خواهرم موضوع رو به فهم دق میکنه دیگه نباید توی خونه پا بذارم. من باید از این شهر برم. سلام عرض میکنم خانم. سلام جناب. بشین عزیزم، تو باید استراحت کنی. پس فرشته کجاست؟ مگه نمیدونست من امروز میام؟ چرا؟ اما صبح تا حالا من ازش خبری ندارم، اصلا امروز ندیدمش. تو اتاقش هم نیست؟ فرشته؟ 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 کجا هستی؟ بیا خواهرت اومده. عجیبه، خبری ازش نیست. یعنی کجا رفته؟ اون همیشه هر جا میخواست بره قبلا میگفت. نمیدونم، به من که حرفی نزده. خب اگه با من کاری نداریم، من یه کاری بیرون دارم، برم و برگردم. میرم جوجه
درد و بلا رو کی خورده؟ تو خود باریکلا موندی توی خماری چاره دیگه نداری موندی توی خماری چاره دیگه نداری ماشین گذش بگیره الهی من گشنم اون سیره الهی من جوونم اون پیره اون پیره من گشنم اون سیره اون سیره نمیری لیلا جون با این رقصیدنت وقتی قرمیدی ها انگار یه چیزی از تو دلم تله بیده برو کنار کنکولی خدا روزی جایی دیگه حواله کنه نفهمیدم از کنتل تو صاحبه طرف شدی ها بستنده بفهم وگرنه وگرنه چی؟ مثلا چی کار میکنی؟ خیر خواب بسته دیگه بچه آخه ما امروز اومدیم اینجا عشق کنیم من که ناراحت بشیم نه تو نمیری امیر خواه من باید سنگمو با این وا بکنم بی جلو بینم کدوم سنگتو میزنم دفع چه غلطی کردی؟ ولش کن مگه نگفتم امروز روز دعوا نیست شماها چقدر بی‌معرفتین آخه اومدیم به سلامتی رفیقتون خوش باشین من که تقصیری نکردم که آره میدونم اونه که ملاحظه نداره حالا چی شده مگه؟ هیچی اگه واسه خاطر عمو حیدر نبود بهت میگفتم چی شده برو دعا به جون اون پیر مرده بکن امیر خان بابا عجب آدمایی هستین اون شما رو آورده خوش بگذرنی شما عوض تشکر درخورش کردی اینم شد معرفه حالا یکی بره بیارته اون تا چند دقیقه تنها نباشه عصبانیت از جذبه این نمیره به موقعش خودم میرم میارم
دیوانه شدی دختر؟ این چه کاری بود که کردی؟ من نمردم، تو من نجات دادی. چرا نزشتی بمیرم؟ چرا مانع مرگم شدی؟ واسه چی میخواستی بمیری؟ خوب نیستی دختر جوان با این سن و سن؟ نه، مرگ برای من عروسی. دیگه نمیخوام تو این دنیا بمونم، میخوام بمیرم، بمیرم. خواهرم، این عمری رو که خداوند داده ما حق نداریم قطعش کنیم. زندگی خودش نعمت خیلی بزرگیه. چی داری میگی؟ وقتی امید آدم از همه جا بریده میشه، مگه غیر از مرگ چاره ایم داره؟ نه آبجی، تو اشتباه میکنم. اون شیطونه که باید ناامید باشه. خداوند هیچ وقت تمام درها رو به روی بنده هاش نمیبنده. ببینم اصلا برای چی کاری کردی؟ حتما تو این شهر غریبی. آره، تازه اومدی تهران؟ بله بله، من تو این شهر هیچ کسو ندارم. چی اومدی؟ نتونستی پیداش بکنی؟ آره درسته، اومده بودم عقب شوهر، ولی هرچی گشتم پیداش نکردم. شوهرت؟ پس تو شوهر داری؟ بله، برای پیدا کردن کار چند ماه اومده تهران، منم که بیخرجی مونده بودم اومدم عقبش. خیلی خوب، دیگه نمیخواد بیشتر از این خودتو ناراحت بکنی. ببین، من از امروز جای برادرتو هستم. تو هم میتونی تو خونه ما بمونی تا من بگردم شوهرتو پیدا کنم، خب؟ نه، من باعث زحمت شما نمیشم. آه، دیگه حرفشو نزن، بلند شو بریم خونه. کجایی بابا؟ نفهمیدم این دیگه کیه؟ امیر خان ماهی از آب گرفتی؟ پس بگو چرا اینقدر دیر کردی؟ حرف زیادی نزن، بیا کمک کنی خواهرمونو ببریم منزلمون. چی گفتی؟ خواهر؟ ما که خواهر نداشتیم. از امروز ایشون آبجی ماست، با ما هم زندگی میکنه. آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ خواهر من آب که نیست به زمین فرو بره، حتما تو هم میشهره. چطور نتونستی تو این چند روز پیداش کنی؟ چند دفعه بهت بگم، من هر جایی رو میدونستم گشتم، خونه تمام فامیلمونو سر زدم، اما هیچ کس ازش خبری نداره. خیلی عجیبه، تو این شهری که هر گوشش یه گرگ خوابیده، یعنی چه بلایی سرش اومده؟ بی خود اینقدر ناراحتی؟ چی داری میگی؟ فرشته دختری نیست که بی خیال هر جایی برو به ما نگه. حتما یه اتفاقی براش افتاده. گوش کن حشمت، اگه تو نمیتونی پیداش کنی پس بذار به من. که بهت گفتم همه جا رو گشتم، بازم میگردم تا پیداش کنم. نمیدونم چی بگم، به هر حال اگه تو کاری نکنی من مجبورم به پلیس خبر بدم، ولی فعلا چند روزم صبر میکنم. برای سرم اومد، اگه پیداش بشه همه چیزم از دست میدم. ببین خواهر، اینجا مثل خونه خودت میمونه، هیچ نباید ناراحت باشی. البته ما دو اتاق بیشتر نداریم، یکی مال منه، یکی مال حسن. اتاق حسن اتاق من اصلا به دردش نمیخوره، فکرشم نکن. اتفاقا بدم نیست، خیلی هم بده، تا کمرشم خیس آب، موشم داره، تازه برای پادرد تیش خونه. ولی من پادرد ندارم. حتما داری آبجی، غیر ممکن نداشته باشی. تازه اتاقم ترک خوده، به این گندگی یه دیدی هوا رو اومد رو سره. عیب نداره، میدیم براش شم بزنم. میدی شم بزنم؟ اصلا نمیخوام اتاقم بدم، مجذوره. اینو بگو. خیلی خوب، اتاق من از حالا مال فرشته خانومه، از امشب هم من میام تو اتاق تو میخوابم. نگفتم بالاخره هوار میاد؟ آخه من شبا تو رو میخوام، چیکار میخوام؟ لا 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 لا. من مزاحمتون شدم امیر خان، کاش نجاتم نداده بودی. این چه حرفیه آبجی جون؟ من دارم باهات شوخی میکنم، این خونه که قابل تو رو نداره. من امیری؟ آه، راست میگه خواهر،
حسن در مقابل دوستی جونش هم مزایقه نداره. خودم ما باید تازه خود رو شوک کنیم که خواهری مثل شما پیدا کردیم. امیدوارم لیاقتشو داشته باشم، یعنی اقلا بتونم توی این خونه وصله راحتی شما رو فراهم کنم. از امروز غذا، لباس، همه کارتون با من. قربون تو آبجیه، به این خوبی زنده باهی. ببینم، گفتی شوهرت اسمش محموده؟ بله، تقریبا 25 سالم داری. خیر، خب هر طور شده برات پیداش میکنیم. خب فعلا خدافظ. خدافظ. بی بریم. اتاقم به شما سپردم. خدافظ. این عکسشه، شما ها تو این محل ندیدینش؟ چیز خوبی هم هم، مانکنه قرآی زده باشن. هیچ این طرف ها دیدینش؟ خیال نمیکنم. نه چرا، من مثل این که میشناسمش. ببینم عکسشو. آه بله، حتما خودشه. راست میگی؟ کجا میتونم پیداش کنم؟ بلنشین برین، همین الان نشونت رو میدم.
فایده نداره بابا با این نشونی هایی که دختره میده غیر ممکن شوهرش پیدا کنین. اون چونه نگاه کنه یه نفر رو میزنم میتونم جیبش رو خالی کنن. نه باده بریم کمک برو بریم بریم چه آه مردا چه چی رو بردیم بوشا خدا کارمان شما این حشمت الله خواهد اینجا چی کار میکنی؟ طوری که نشد نه نمیدونم کمرم که خیلی درد میکنه حتما ضرب کرده میخوایم ببرمیتون بیمارستان؟ نه یه خود استراحت کنم خوب میشه پس زودتر برسونیم تو منزلتون ها؟ نه نه اونجام نه آخه ممکنه خانمم هول کنه حالش هیچ خوب نیست عیب نداری میریم منزل ما اونجا یکی دو ساعت که استراحت کردین حالتون خوب میشه بیم بریم بله بریم دیگه چیزی نمونده همینجاست بله یه خود طاقت داشته باشین اونجا بفرمین این دره آره خودشه کیه؟ منم آبجی دروا کن مهمون داریم یه دقیقه صبر کنیم بفرمایید تو خواهش میکنم یواش بفرمایید آبجی یه چند تا چایی به ما بده یه خورده هم آب گرم حاضر کن بذاری من در باز کنم بفرمایید تو خب تو برو از فرشته یه خورده آب گرم بگیر بیار آب گرم حاضر کرد یا آبجی بله حسن آقا الان سماور آتیش کردم مثل اینکه رفیقتون زیادی خوردی نه بابا زیادی بهش خوروندن پس شما با خواهرتون زندگی میکنی؟ ای همچی خواهر خواهرم نیست راستش اون یه زن غریبه که توی این شهر شوهرشو گم کرده چون جا و مکانی نداره من آوردم پیش خودم نگرش داشتم البته فقط تا روزی که شوهرش پیدا بشه آفرین تو واقعا یک انسانی خوش به حالت که هم دنیا رو داری یا هم آخرت نه مخالفم دنیا رو درست نگفتی حشمت الله خان دنیا مال شما پول داراست ما کی زندگیمون لذت میبریم هم؟ نه حسن اشتباه میکنی گاهی زندگی امثال من از جهنم هم بدتره تو خیال میکنی من امشب برای چی رفته بودم تو محله نمیدونم شاید خوشی زیر دلت داده بود نه من اونجا دنبال بدبختی میگشتم بدبختی؟ آره دنبال کسی میگشتم که اگه پیداش نکنم زندگیمو از دست میدم اون کیه؟ چطور بگم؟ اون کسیه که دشمن زندگی منه و تا وقتی هم وجود داره سعادت من در خطره خلاصه زندگیم از سگم بدتره میدونی حشمت الله خان من فکر میکنم این دشمنی که تو میگی خودت برای خودت ساختی چطور میگه؟ تو خبر داری؟ اونو میشناسی؟ آره میشناسم اینجور دشمن جز عذاب وجدان هیچی نمیتونه باشه این خصمیه که خودت در باطنت به وجود آوردی و حالا داره مثل خوره روحتو میخوره راست میگی اگه این نگرانی و وحشت تو زندگی من نبود من هیچ کم و کسری تو دنیا نداشتم و الان آرزو میکنم کاش زندگی مثل شماها بود کار آسونیه زندگی ما رو نگاه کن اگه شب راحت میخوابیم برای اینه که چیزی نداریم دزد ببریم دارایی ما تو قلبمونه انقدر زندگی رو سخت نگیر راحت باش چطور میتونم راحت باشم؟ فقط یه راه داره به همه محبت کن حتی دشمنت دشمنم؟ دشمنی که منو به روز سیاه نشونده؟ پس واقعا کسی باعث دردسر زندگیت شده؟ آره اینطوریه آره یه نفر هست که نمیدونم کجاست ولی هر لحظه ممکنه وارد زندگی بشه و نابودم کنه ببینم امیر خان من احتیاج به کمک دارم و هیچ کس هم ندارم تو ممکنه این محبت از من دریغ نکنی والا راستش چی بگم
از وقتی من زندگی پاک و با صفای شما رو دیدم کاملا شیفتتون شدم. حرفای تو خیلی در من اثر کرد. من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ کمکم کن تا اون دشمنم رو پیدا کنم. تو که داری دنبال یه گم شده ای میگردی، منم دارم دنبال دشمنم میگردم. پس با هم باشیم و با هم بگردیم. عیبی نداره. از امروز من و حسن هر کمکی از دست میدیم. خدا از نفس افتادم. آخه اینم شد کار. شما ها دنبال گم شده هاتو میگردیم، من و سننم، به من چه مربوطه؟ من چه گناهی کردم؟ چقدر باید پیاده گز کنم؟ آه شست پام خدایا شاغلوز گرفتم. خدا لعنتتون کنه. رابیه فقط قول نزن. نمیتونم دیگه رابیام، از اینجا من تکون نمیخورم. شما هر جایی میخواییم برین. هر وقت دلت خواست بیا، ما توی خیابون بغلی داریم نهار میخوریم. نهار میخوریم؟ اخ جون سب کنی، اومدم چوخی کردم، من پاهم خوب زاو. تا حالا به عمرم انقدر غذا نخورده بودم. خب پلو به این خوبی گیرت نمیاد بخوری. فعلا که خدا برات ساخته، دو چایم پشمندش بزن راحت راحت. من که خیلی لذت بردم. قربون شما رفقای خوب، حالا دارم کم کم معنی راحتی رو میفهمم. بابا این چقدر ندید بدیده. امیر خان به این وضع میگه راحتی؟ آره حسن آقا، تو هم اگه جای من بودی همینو میگفتی. من از این زندگی شما دارم کیف میکنم. از شما هم خیلی ممنونم. ما هم خیلی خوشحالیم که با شما رفیق شدیم. در ضمن حالا که با هم نون و نمک خوردیم، اگه شوهرگمونم بخوای ازت دریغ نداریم. قربون تو امیر خان، آره انگار خدا دنیا رو به هم بخشیده. راستی گوش کنیم بچه ها. من امروز مهمون شما ها بودم. دلم میخواد شما هم امشب دعوت من رو قبول کنیم. خیرم نیکی و پرسش. اگه تو جهنم هم ما رو دعوت کنی همراد میای. امشب کجا باید بریم؟ اونجا میده. شما هنوز بیداری؟ من که بهتون گفته بودم شب دیر میام. پس چطور هنوز نخوابیدی؟ خوابم نمی برد. راستشو بخواین منتظر بودم شما بیاین. چرا اونجا وایسادین؟ نمی خواین بیاین تو؟ آخه خوابم میاد. خیلی خوب، هر جور راحت ترین. راستی امشب خوش گذشت؟ بد نبود. مهمون یکی از رفقامون بودیم. شما چی؟ تنهایی خیلی ناراحتتون کرد؟ نه، گاهی آدم با چیزایی که دلخوشی داره خودشو سرگرم میکنه. زیادم تنها نبودم. عکس شماست. ببخشین بی اجازه برداشتم. شب بخیر. خوابم نمی برد. راستشو بخواین منتظر شما بودم. منتظر شما بودم. منتظر شما بودم. آروم باش. آروم باش ای دل صاب مرده. تو نباید اختیار خودتو از دست بدی. تو نباید برای یه زن شوهردار بلرزی. تو سینه یه مرد خوابیدی. یه مردم به ناموس مردم نگاه نمی کنه. اگه تو این مبارزه شکست بخوری درت میارم و جلوی سگ میندازمت. خدایا نظر خواهش نفس به من غلبه کنه. خودت خوب میدونی امیر هیچ وقت به ناموس یکی دیگه نگاه نکرده. تا حالا چشم به زن و بچه مردم نداشتم. حالا خودت بهم کمک کن. ای پروردگار بزرگ، امیر خودشو به تو میسپره. از تو یاری میخواد که این عشق ناجور رو از دلش بیرون کنی. باریکلا، حقیقتا تو مرد هستی. باریکلا. چرا من به امیر دروغ گفتم؟ اون اینقدر به من خوبی کرد.
و من عوضش نادرستی کردم. حیف که نمیتونم حقیقتو بهش بگم. تکلیفمو باید یه سره کنم. تکلیفتو یه سره کنی؟ بله، من دیگه صبرم تموم شده. من خواهرمو میخوام، میخوام بفهمم کجاست، زنده است، مرده است، چه بلایی سرش اومده. اگه نمیتونی هیچ غلطی بکنی بذار خودم برم اقدام کنم. گوش کن عزیزم. نه تو گوش کن ببین چی میگم. اولا حرف تو قبول دارم که نمیخوای جار و جنجال و آب رو ریزی بشه، اما با پول هزار جور وسیله میشه فراهم کرد. تو میتونی 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو اجیر کنی و اونا تمام شهر رو بگردن، شاید خواهرمو پیدا کنن. راست میگی، اینطور حتما پیدا میشه. این پول علی حسابه، اینم عکس دختر است. گفتم که اگه پیداش کنین هر قد پول بخواییم بهتون میدم. چند روزه میخوایش؟ هر چه زودتر بهتر. مرده یا زنده؟ آه، مردشو میخوایی یا زندهشو؟ کدومش برات بهتره؟ یعنی؟ آره، هر طوری که بخوایی تحویلت میدیم. خب، حالا تا اگه سر به نسش کنین بهتره. پس اگه زنده پیداش کردیم اما این خیلی وسط آب میخوره. باشه، شما خیال منو راحت کنیم، منم شما رو راضی میکنم. از اون حیث خاطره جمع باشه. راستی اگه خبری شد به همون. نه امیر خان، نمیدونم زبونی ازتون تشکر کنم. با زبون مرغی تشکر نمیخواد آبجی، یه بینگ قابلی نداره. چرا، از سر منم زیادی. همینقدر که تو این خونه مزاحمتون هستم بسه. آه، کدوم زحمت، تو واقعا باعث گرمی زندگی ما شدی. ممنونم امیر خان، ولی من که هیچ جایی رو ندارم با این لباس برم. من مخصوصا خریدم که تو اگه خواستی جایی بری لباس داشته باشی. تو خودتو تو این خونه زندونی کردی. آخه چرا؟ برو بیرون، برو خرید کن، برو گردش. آخه حوصله‌ت تو این خونه سر میده. آه نه، از وقتی با لیلا خانم آشنا شدم دیگه تنها نیستم، حوصله‌م سر نمیره. اون هر وقت از کارخونه برمیگرده اول میاد پیش من، بعد میره منزلشون. خب واسه تو هم بد نشده حسن. حالا دیگه مشفز سیبیل اطمینون میکنه دخترش بیاد پیش نامزده عزیزش، مگه نیست لیلا؟ واقعا بابام از اولش هم به حسن اطمینان داشت. اینطور نیست عزیزم؟ آره جون خودش، همین چند شب پیشا از رو اطمینانی که به من داشت چنون پذیرایی از من کرد که هنوز مزه زیر دگ و دنده بگ بالا مونده. نوش جونت. جای تو خالی. خب ببینم، پس دیگه میتونیم بریم بیرون ها؟ دم کن ده وایسا ترمز بزن جا. در جل خونه یار گل بنشونم، دونه به دونه من دوستش دارم و عاشقشم، خودش میدونه از من تمنا، از تو که دل را با خود ببری هر کجا روی، اینا به شهسته دیرونه کشم قربونه تو با چشمونه مسته. هرچه گفتی با من میدانی میدانم که من عشقت را از چشمانت میخوانم،
نگاهم هر چه باید گفت دیگر، سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر. من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و پاشا ندارم. نگاهم هر چه باید گفت دیگر، سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر. من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و پاشا ندارم. سب کن دوایسا ترمز بزنجا، والا چه حرفا بلا چه چیزا. بشنوز من ای دختر طرف حسابی، کم تر بکش تا از دل بخور گلابی. سیبم هست کم جور بکن دوز و کلک چه حق وادی. آخر حیا کن از من به این درازی. سب کن ببینم داخت خوشحال نیستی؟ چرا، از اینکه با همیم خیلی خوشحالم. تو خواهر منی، خب هر برادری خواهرشو میبره گردش، این که کار مهمی نیست. رسی خواهش میکنم برگرد برو پیش اونم. برگرد برو. خدایا منو حفظ کن، منو از وسوسه های شیطان در امان بگردار. خدایا کمکم کن، کمکم کن. الو، سلام علیکم ارباب. ببخشین که مزاحم شدیم ها. آخه یه خورده پول مول لازم داری. همش پول، پول. ولی از کاری که باید انجام بدین هیچ خبری نیست. تو این مدت چه غلطی کردین؟ ده نفهمیدم. اگه دلت بخواد میتونی معامله رو فسخ کنی. نه نه، من با آخه شما قول داده بودین که زود پیداش کنیم. حالا هم سر قولمون وایستدیم، اما این کارا داشته من خرج بر میداره. ای لوتیش نیستید؟ گفتم نه، کارتون رو دنبال کنین، فردا میام پیشتون، هرچی خواستین بهتون میدم. ولی خواهش میکنم زودتر کلک کارو بکنین، من خیلی ناراحتم. بسیار خوب باشه، خدافظ. مثل این که خودشه، دختر هست. بینم یارو گفت اسمش چیه؟ فرشته. فرشته دیدی گفتم خودشه؟ بزن اقل. یاد زود باش باز تعقیبش کنی. مجده بده عربا. این چه وقت تلفن کردنه؟ یه دقیقه گوشی دستتون باشه. ای
گوش کن ببین چی میگم. دختره رو پیدا کردیم، خونشم یاد گرفتی، تو حالا سر قولت هستی، ما کارو تموم کنیم، پشیمون که نیستی. نه نه، همین امشب کلکشو بکنیم. دلم میخواد آفتاب فردا صبحو نبینه. آره آره، بهتون میدم، بیشترم بهتون میدم. خیلی خوب، فقط عوضی نگرفته باشی، موفق باشی. کی بود؟ گفتم کی بود تلفن کرد؟ از کارخونه بود. نگهبان میگفت یکی از توربینا خراب شده. احمق فکر نمیکنه این وقت شب نباید تلفن کنه. کلی بهش بعد بیرا گفتم. کار زیاد تو رو خیلی ناراحت کرده، مخصوصا جریان خواهرم پاک اعصاب تو از بین برده. باید حتما یه مدتی استراحت کنی. ممنونم که به فکر من. آب میبینی؟ گاز میکنم. صدای فرشته بودو. فرشته رو بردن. بودو بیا. وای نامرد تو اسکنه. دو کنه مردو بردو بردو. این کشنه ها کردین. آره کجا میخوای جریالا میکشنه؟ من در بغل تو میبینم. نه نه بیاین سوارشون بری، برشون کنین. سوتر سوارشون بریم. باید ببینم. ببین نامرد رو زدم به چرا. بیا در رفتن از دست من. طوری که نشدی، خیلی اذیتت کردم؟ نه، باعث ناراحتی شما شدم. این حرفا چیه؟ بیا بریم تو. بله دیگه، ما سالها بود که از این بازی‌ها تو این محل نداشتیم، ولی تازگی خیلی چیزای ناجور می‌بینیم. یعنی از وقتی این دختر پیدا شده اصلا این کارا چه معنی داره؟ یعنی چه؟ راست میگه، ما زن و بچه داریم. وقتی یه زنو همینطوری میارین تو خونه، معلومه که اینجور سر صدا هم بلند میشه. لابد دختره از اوناست. چی داری میگی مرد؟ مگه دروغ میگم؟ این دختره کیه که آوردین توی خونه نیگر داشتین؟ اگه ریگه به کفشش نیست، پس نصف شبیه این جارو جنجر برای چیه؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست. مستبت شک برین. آخه پیر مرد، مگه تو خدا رو نمیشنسی؟ مگه فردا نمیخوای توی یه وجب جاب بخوابی؟ این چه تهمتیه که به مردم میزنی؟ تو جواب خدا رو چی میدی ها؟ خیلی ها باید جواب خدا رو بدن جناب آقای امیرخان. اگه منظورت منم، اونی که اون بالاست خیلی بهتر از اینا منو میشنسه. همه تون که اینجا این منو خوب میشنسین، مگه نه؟ شماها همه تونو میگن، آیا تارا یه کار خلاف از من دیدین؟ من 10 ساله که تو این محلم، به ناموس کدوم یکی از شماها به چشم بد نگاه کردم؟ شما کدومتون دیدین من یه قدم نادرست بردارم؟ چرا حالا به من تهمت میزنین؟ چرا میخواین آبروی چندین ساله منو از بین ببرین؟ لعنت به این زندگی که آدم کار خوبم میکنه بد تعبیر میشه. چرا نذاشتی اون روز من بمیرم؟ چرا نذاشتی از این دنیا راحت بشم؟ من نباید این همه به شما صدمه بزنم. حق ندارم اینقدر ناراحتتون کنم. به خدا مرگ برای من عروسی. این حرفا چیه خواهر؟ تو چه آزاری به ما دادی؟ همین امشب پس چی بود؟ کاش اون روز مرده بودم، مرده بودم. گریه نکن، خواهش میکنم، گریه نکن. من نمیتونم اشکای تو رو ببینم. همه این ناراحتی‌ها به خاطر اون مرده، اون کسی که اسمشو شوهر تو گذاشته. اقلا اگه پیداش میشد، شاید خیلی از ناراحتی‌ها از بین میرفت. این بدبختی‌ها به خاطر اونه. راست میگی،
خدا اون کسی که باعث شد من اینطور در به در و سربار دیگرون بشم نابود کنه. من نمیتونم گریهشو ببینم. آبجی اینقدر خودتو ناراحت نکن، خدا بزرگه.
جانه دلا در خواب و خون اندازم این دیوانه دل را. خوشینش چرا گذاشتین این موقعیت خوب از دستتون بره؟ به این آتونی هم نبود، باید که گفتم دوتو بزن بادر مواظبش بودم. خب شما که سه نفرین، چطور نتونستین از پس اون دو نفر بر بیاین؟ از پسشون بر میمدیم، اما تو خیابون که نمیشد کارشونو بسازیم. گوش کنین آقایون، من این همه بهتون پول دادم که این کارو تمام کنین، حالا که پیداش کردین چرا کلکشو نمیکنین؟ ولی حالا یه اما پیدا کرده. چه امایی آقا پسر؟ این که جناب علی به ما گفته بودی ما با یه دختر تنها طرفیم، اما حالا چی؟ یعنی میگی حالا چی کار باید کرد؟ سری که سر شغل کن بیاد، کار هرچی مشکل تر باشه خرج بیشتری هم داره. خیلی خوب، خیلی خوب، من که بهتون گفتم هرچی پول بخواین بهتون میدم. بفرمایید اینم باز پول، اگه بی سر و صدا کلکشو بکنین بازم بهتون میدم. اینقدر بهتون پول میدم که راضی راضی بشین. حالا ببینم چی کار میکنین. حالا شد یه چیزی، خاطر جمع باش تا 48 ساعت دیگه کار تمومه. من برم خیلی نادیده ها باستیش بی منو دور دادین. بابا آخه کار داشتیم. آخه چی کار داشته؟ میخواستیم بریم جنس تحویل بگیریم. آره آره بذار اشتار کن تا خوردت بکنه. من آقا نکن این کارو. چی نکنه؟ با دامادش آدم این معامله را نمیدونم. دامادم؟ بابا باید بکشم. آب بکشم. آب بکشم. آب بکشم. آب بکشم. آب بکشم. آب بکشم. چی قبله؟ بایا بکشمت. آب بکن. قاتل نمیده. حالا سربا میکشمت. باز تا ببینم. بولی را چه خبره؟ نخواهی بیارسه. یا این تو دفتر من. منش دفتر تو بود. جریمه منم تو ناجنس باز بده. بابا نزدیکی بود خفه بشم حسن آقا. اگه راست میگه چرا 10,000 تومن مهر رو قبول نمی کنی؟ من حاضرم 15,000 تومن مهر لیلا کنم. 10,000 تومن یه چیزی نیست. مرگ من راست میگی؟ آره تو بمیری 5,000 تومنم شیرباها به جای مادرزن میدم به تا. وای لیلا جان داماد عزیزم خیلی خوب، به صندوق دستور میدم که این پولو به عنوان مساعده بهت بدم. برو خدا رو شکر کن که امروز خوشحالم. وایلا خیلی ممنونم، خدا عوضتون. برو دیگه به کارت برس. برو. با اجازه. آه سلام امیر خان. سلام. چرا اینجایی؟ چیزی نیست، یه خورده حوصله ندارم. حوصله نداری؟ ببینم چی کم و کس داری؟ هیچی، فقط نمیدونم چرا دلم گرفته. آخه برای چی؟ پول میخوای؟ نه بابا، کاش همه ناراحتی با پول حل میشد. پس چی؟ هر گرفتاری داری به من بگو، مگه ما با هم دوست نیستیم؟ چرا؟ ولی ناراحتی من چیزی نیست که شما بتونیم برطرف کنیم. ببینم کسی رو دوست داری؟ تقریبا. خب این که فکر نداره، من اگه شده 1,000,000 خرج کنم. بهتون که گفتم طوریه که پول نمیتونه کاری انجام بده. پس چه مانعی بین شما وجود داره؟ هرچی هست به من بگو. بگو. اونی که من دوستش دارم شوهر داره. شوهر؟ ببینم نمیشه به شوهرش. آخه حرف اینجاست که شوهرش هم معلوم نیست کیه، اصلا نمیدونم کجاست. اینقدر خودتو ناراحت نکنم امیر خان، من که بهت گفتم اگه شده جونم رو فدا کنم بالاخره تو رو به مقصودت میرسونم. احمد آقای خدا جون. الو بله خودم هستم، چه فرمایشی داری؟ ما همونی هستیم که باس باشه. کار تموم شد حشمت الله خان. حشمت هنوز زنده است؟ ببینم کارو تموم کردی؟ نه بابا، دور از جون شما اینقدرام خر نیستیم که فرتی بکشیمش. الان اینجا مثل شاخ شمشاد نشسته. پس چرا کلکش نکرد؟ گوش کن داش، ممکن بود ما این کارو میکردیم، بعدش تو میگفتی عوضی گرفتیم و یکی دیگر رو نفله کردیم، اون وقت یه چیزی هم طلبکار میشدی. بهتر نیست خود یه تکپا بیا اینجا ببینیش؟ بعد ضربه نیست کردنش راحته. خیلی خوب همون جا هستین؟ باشه الان میام. ببخشین امیر خان، یه اتفاقی برام افتاده، همین الان باید برم. برای چی؟ مام باید میه. نه نه خواهش میکنم شما همین جا بمونید، من ممکنه برگردم. ببینم چه اتفاقی افتاده، انگار خیلی نگرانی. نه نه هیچ اتفاق مهمی نیفتاده،
فقط یکی از رفقام گفته برم بهش سر بزنم. همین. گمون نمی کنم. شما الانم خیلی ناراحتی. اگه پیش آمدی براتون شده به من بگین. بذاریم ما هم همراهتون بیاییم. شاید احتیاج به کمک پیدا کنیم. اصلا نمیخوام بیاین. تو رو خدا حرف منو گوش کنین. یه کار خیلی کوچیکه که فقط خودم باید انجام بدم. نمیخوام شما همراهم بیاین. حشمت الله خان آخه. آخه نداره. خواهش میکنم امیر خان. تو رو به نمکی که با هم خوردیم نیاین. بیشتر از این نظرین ناراحت بشم. خیلی خوب. حالا که ناراحت میشیم ما نمیایم. به همون نمکی که با هم خوردیم قسم میخورم نمیایم. متشکرم. پس باید تعقیبش کنیم ها. من قسم خوردم که همراهش نریم. آره همراهش نریم. دنبالش که میتونیم بریم. حتما یه اتفاقی براش افتاده که اینقدر ناراحته. بیبریم کمکش کنیم پسر. آخه من قسم خوردم. قسم خوردی که همراهش نری. ولی دنبالش که میتونی بری. بی بریم دیگه. برو عقب پسر. رو دادی؟ تو پس فطرت نامرد؟ آره؟ حالا با یه مش دوست هم دست شدی که منو سربنیز کنی؟ ها؟ توف به اون غیرتت بیاد. آره بیچارم رو بگو. تو این دنیا هیچ کسی از تو بستر نمیشه. فرشته هست. اونا هم دوزای اون شبیه هستن. بیا بس دیگه. شکی نداری؟ کلکشو بکنی؟ کار تموم کنی؟ چرا معطلی؟ بگو آره بگو منو بکشن. از تو نامرد هر کاری بگی برمیاد. مگه نه اینکه با خواهرم برای پولش ازدواج کردی و برای همین پول میخواستی به من یعنی خواهر زنه تجاوز کنی و حتی منو بکشی. حالا که این شکار به چنگت افتاده خودتو راحت کن. بگو منو نابود کنم. خیلی حرف میزنی دختر. آره یا نه؟ بگواره بگواره لعنتی بگواره. آره صداشو خفه کنین. دست نگه دارین. هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ بح بح بفرمایید تو. این دفعه با پای خودتون پیشواز مرگ اومدی. ببینم تو انقدر نامرد بودی و ما نمیدونستیم. اگه بخوای عرصهشونو میکشیم. یالا تصمیم بگیر. فقط خرجت یه خورده زیاد میشه. اون برای اینطور نامردی ها از خرج کردن دریغی نداره. بگو بکشن. چرا معطلی؟ راست میگه. چرا لال شدی حرف بزن. تو انقدر پس فطرتی که اگه جیگرت از حلقومت بکشم بیرون سزاواری. اما حیف که باید نون و نمک خوردم. نمیخوام به رود دست بلند کنم. تا زوده گوره تو از اینجا گم کن. زود باش یه چیزی بگو. هر سهشونو بکشیم یا نه. چرا خوشگت زده بدبخت؟ با یه کلم از شر حرفشون راحت میشی ما هم به یه نوایی میرسی. جون بکن حرف بزن. هر کاری میخواین بکنین. پس تو کم کن کچ کن. خواب بات میکنم. خوب بازی باشه. بیا جلو بابا.
شده؟ کجا داری میری؟ حشمت، چرا در بستی؟ چه اتفاقی افتاده؟ شدن این در سرنوشت منو تعیین میکنه، یا در باز میشه و امیر بدبختی منو با خودش میاره، یا در رو باز کن. دیگه همه چی تموم شد، همه چی تموم شد. کجا داری میری؟ چرا با من حرف نمیزنی؟ کجا میری؟ برو کنار، من دیگه لایق این زندگی نیستم، باید بمیرم. صبر کن بشمت، صبر کن، صبر کن. فرشته صبر کن. من که دارم دیوونه میشم. فرشته خانم، حشمت الله خان کجا رفت؟ نکنه یه بلایی سر خودش بیاره. ممکنه، این گفت من دیگه لایق این زندگی نیستم. باید رفت دنبالش. من با یکی از این ماشینا میرم. باشه، ما اومدیم. یکم تونتر. اگه بگه اون شب من چی بهش گفتم، بگه چی به روزش آوردم. خدایا کمکم کن، کمکم کن. بذار بمیرم، من دیگه آدم نیستم، ارزش زندگی کردن رو ندارم، من از یه حیوانم پسته. ولی خودکشی که آبروی رفته رو بر نمیگردونه. امیر، امیر، به خدا من لایق مرگم، کسی که بهترین دوست خودشو بخواد بکشه. همین ناراحتیه تو نشون میده که میتونی یه انسان واقعی باشی. اونا هاشم یعنی تو منو میبخشی؟ اونا منو میبخشن؟ اگه خطاهاتو جبران بکنی. خب چرا از اول به من نگفتی مرد حسابی؟ من که با ازدواج فرشته و امیر مخالفت نمی کردم. خب کارگر باشه، عشق این حرفا سرش نمیشه. من از خدا میخوام اونا با هم عروسی کنن. تو بی خود این همه ناراحت شدی دیوونه. یعنی تو چیزی بهش نگفتی؟ پس تو؟ البته، خودم براشون عروسی میگیرم. از این به بعد امیر جز خانواده خودمون میشه. بی خود عروسی را اندازین. تا تکلیف من و لیلا معلوم نشه هیچ کس حق نداره عروسی کنه.